با سلام خدمت دوستان گرامی، بنده کریم وفای سرش هستم و با یک دیگه از مجموعه سوالات کنکور دکترا در خدمت شما هستم. امروز تست کنکور دکترا مجموعه زبان انگلیسی سال 1401 رو بررسی میکنیم. تست شماره دو گرامر رو بررسی میکنیم. Let us take the terms subjective and objective and see if we can make up our minds blank in a statement like this. Philosophers and artists are subjective, scientists objective. خب ترجمه این سوال با گزینه صحیح میشه بیایید اصطلاحات ذهنی و عینی را در نظر بگیریم. عینی رو میتونیم بازم بگیم مثلا چیزی که قابل سنجشه، راحت میشه دید و سنجید. و ببینیم آیا میتوانیم بفهمیم منظورمان از آنها در گفته این مانند این چیست؟ فیلسوفان و هنرمندان ذهنی هستند، دانشمندان عینی. خب گزینه صحیح ما گزینه A هست، اما بریم ببینیم چرا. این در حقیقت چیه؟ یک حالت کالوکیشن داره. make up our minds یعنی تصمیممون رو بگیریم در مورد. اینجا ما میتونیم هم about what داشته باشیم هم what داشته باشیم، یعنی اون حرف اضافه رو میتونیم حذف کنیم. اما بریم ببینیم چرا گزینه A درسته و گزینه های دیگه غلط. خب اگر این مثال ها رو بررسی کنیم میبینیم که اینجا he couldn't make up his mind which course to follow. اینجا بدون about این مثال وجود داشت، یعنی اون حرف اضافه about رو نداره. در مثال بعدی he took 2 hours to make up his mind which seeds to buy. مثال بعدی I haven't made up my mind where to go yet. یعنی اینجا میبینید در این مثال ها همه اینها بدون about استفاده شده، اما ما میتونیم با about هم استفاده کنیم. یعنی این مثال آخر رو من آوردم که با about هم این make up our minds about which coat I liked best درسته. یعنی کلی جمله رو بکنم I had trouble making up my mind about which coat I liked best. پس میبینیم اینجا ما با حرف اضافه about هم میتونیم این رو استفاده کنیم. اما گفتم گزینه یک درسته و بریم ببینیم چرا گزینه دوم غلطه. خب گزینه دوم این بود about what they mean whether it be. اینجا ما به جای it در حقیقت به they نیاز داریم. چرا؟ چون به سابجکتیو و ابجکتیو برمیگرده. بذارید من جمله رو کپی کنم. خب ما در مورد سابجکتیو و ابجکتیو میخواد صحبت کنیم. خب به این دلیل جمع هست اینها، یعنی ما نمیتونیم از ایت استفاده کنیم. این در حقیقت باید چی باشه؟ این سوال اگر می بود about what they mean whether they be که در این حالت این اگر they می بود درست بود، پس به این دلیل این گزینه غلطه و این be درسته. چرا؟ اگر ما این رو subjunctive case در نظر بگیریم، وجه التزامی در نظر بگیریم، ما این رو میتونیم be در نظر بگیریم. اما اگر subjunctive case در نظر نگیریم باید are می بود، اما به این حالت هم درسته، پس به خاطر وجود it غلط. گزینه سوم چرا غلطه؟ as to them meaning. ما میدونیم که چیه them؟ ضمیر مفعولیه، یعنی ضمیر کلمه‌ای که جایگزین اسم میشه، دیگه بعدش اسم نمیتونیم استفاده کنیم. چطور درست میشد their meaning؟ اگر their می بود ممکن بود از لحاظ ساختاری و معنایی به این جمله بخوره. به این دلیل اصلا خود این گزینه کاملا به این صورت غلط.
اما گزینه چهارم about them and whose meaning. خب whose meaning چیه؟ اینجا whose meaning یک جمله واره یا relative clause واسه ما میسازه، جمله واره موصولی یا relative clause واسه ما میسازه. وقتی relative clause ما داریم، ما به یک complete clause نیاز داریم، یعنی بعد از این whose meaning ما به یک جمله کامل نیاز داریم. چطور درست می بود؟ اگر این، اما میبینیم که در این جمله اینجا whose meaning in a statement، in a statement like this یک جمله کامل نیست. اما اگر about them and their meaning می بود، their meaning می بود، میتونست واسه این سوال گزینه نسبتا مناسبی باشه اگر معنیش هم میخورد. خب پس به این دلیل، به این دلایل گزینه های 2، 3 و 4 رد میشه و گزینه اول صحیح بود. امیدوارم این توضیحات بنده واضح و مفید باشه. سوال بعدی رو در ویدئوی بعدی در خدمت شما هستم.